با سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید رئیس جمهوری اسلامی میگوید تمدید حکم صادق آملی لاریجانی نشانه رضایت رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه قضایی است روحانی در این پیام به صادق عاملی لاریجانی گفته است انتصاب جناب آلی به ریاست قوه قضایی برای یک دوره دیگر نشانه رضایت رهبر انقلاب اسلامی از مدیریت دستگاه قضایی در دوره گذشته است. گفتنی سری ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست قوه قضایی ایران منصوب کرد. صادق آملی لاریجانی در مرداد 88 جانشین محمود هاشمی شاهرودی شد و در شهریور 88 در نخستین جلسه‌ای که با مسئولان این قوه داشت تقلب در انتخابات را مسئله‌ای واهی و ساختگی خواند. چهار فعال عرب ایرانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به حبس ابد و زندان محکوم شدند. کریم دهیمی فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر گفت حسن ابیات به حبس ابد ایدان بیت سیاه به ده سال جاسم ساعدی به پنج سال و خالد ابیداوی در دادگاه اولیه به پنج سال زندان محکوم شدند فعالان حقوق بشری با اشاره به بازداشت این افراد در ماه ژانویه سال 2012 میگویند که در آن سال بیش از سی تن از جوانان حمیدیه در اهواز بازداشت شدند بعد از مدتی به غیر از این چهار نفر بقیه این بازداشت شدگان آزاد شدند این زندانیان در سال 2012 در مصاحبه با تلویزیون پرستیوی به ترور و مجروح کردن دو بسیجی اعتراف کردند اما آنها مدتی بعد اعلام کردند که وادار به این اعتراف اجباری شدند دستیار رئیس جمهور در امور اقلیت ها با اشاره به نقش پررنگ اقوام و اقلیت ها در به پیروزی رسیدن دولت یازدهم گفت دولت یازدهم خود را مدیون آرای اقوام و مذاهب هاشیهی مرزی ایران میداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی یونسی گفت این پیروزی جدی عمدتا به خاطر حضور کردها، بلوچها و آزریهای ایرانی در انتخابات بود. این پیروزی قاطع دولت یازدهم مدیون حضور پرشور همین عزیزان است. آقای روحانی هم با آنها قول داد تا مشکلاتشان را برطرف کند. برنامه ریزی های دولت هم مبنی بر همین عقیده است. سفرهای استانی آقای روحانی به مناطق محروم تا به حال به این دلیل بوده که به وعدههایش پایبند بوده است او گفت در ادامه هم باید بگویم که دولت همچنان به احقاق حقوق شهروندی پایبند است و میخواهد از حقوق تمام شهروندان ایران دفاع کند برای اقوام مرزنشین ایران هم مواردی را در نظر گرفته و تا به حال دولت برای رسیدن به این اهداف قدم برداشته است ناصر مکارم شیرازی در سخنانی گفته است اخیرا مهاجرت های مشکوکی از سیستان و بلوچستان به هاشیه شهر مشهد شده اده زیادی از نقاط مختلف جمع شدند که اگر گسترش پیدا کند تبدیل به یک خطر بزرگ می شود به گزارش خبرگزاری ایسنا این مرجع تقلید حکومتی افسوده است بسیجیان در هاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند مکارم شیرازی اشاره دقیق به تعداد و ماهیت این مهاجرت های مشکوک نکرده است اما با توجه به اشاره ذکر نام استان سیستان و بلوچستان که یکی از استانهای سنی نشین کشور است و همچنین با در نظر گرفتن موزگیری های قبلی او در قبال افزایش تعداد جمعیت اهل سنت ایران انتظار می رود نگرانی علما و روحانیون سنی مذهب ایران از این اظهارات بیشتر شود شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به 75 ضرب شلاق محکوم کرد دلیل صدور این حکم شکایت محمدعلی علی حضرتی ها مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استاندار استان قزوین بوده است در جمهوری اسلامی مجازات قرون وسطایی شلاق به کرار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از عکاسان سایت صدای قزوین گفته است بر اساس حکم اولیه شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین من به اتهام توهین به 25 ضرب شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به 50 ضرب شلاق محکوم شد. سایت صدای قزوین دلیل صدور این حکم را شکایت محمد علی حضرتی ها مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استاندار استان قزوین ذکر کرده است. آقای حضرتی ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بود، 13 مرداد امسال به سمت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد. خلیل امامی و عباس علیپور دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس آقای حضرتی ها با سرمایه گذاری شهرداری قزوین انتقاد کرده بودند. بر اساس مطالبی که در وبلاگ قزوین هنر منتشر شده، خلیل امامی 19 آبان پارسال عکس استفاده شده در کتاب قزوین سرزمین روزگاران را دارای کیفیت نازل بصری دانسته بود. در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مستفوی در شماره 483 هفته نامه تابان قزوین منتشر شد. عباس علیپور دیگر عکاس قزوینی سی دی ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفی نام مستعار محمد علی حضرتی هاست. وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی ها را به انتشار کتابی بیکیفیت با صرف هزینه های گذاف از بودجه های دولتی متهم کرده و افسوده بود آیا کیفیت کتاب مذکور در شن این همه آثار فرهنگی و تاریخی قذبین بوده و مایه شمساری نیست؟ 23 فروردین امسال نیز علی رضا خدا بخش مدیر سایت صدای قذبین خبر داده بود که محمد علی حضرتی ها مشاور فرهنگی استاندار قذبین به دلیل انتشار های این دو عکاس از سایت یاد شده شکایت کرده است. محمد علی حضرتی ها نیز با تایید این موضوع گفته بود به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشار یافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود از مدیریت این سایت شکایت کردم در ماهای گذشته نیز اخباری درباره برخورد مسئولین دولتی با خبرنگاران در شهرستان‌های ایران منتشر شده بود روز دوم مرداد آراز زیایی رئیس شورای شهر زنجان در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران او را کتک زد. اردیبهشت ماه سال 1391 نیز رسانه های ایران گزارش دادند که محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که در استان مرکزی منتشر می شود به خاطر ترسیم کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده عراق در مجلس هشتم به تحمل 25 ضربه شلاق محکوم شده است. عربستان سعودی یک چک 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تأمین مالی سازمان ملل در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیر کل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده گفت افزایش های تروریستی در تعدادی از کشورها به خصوص تحرکات گروه افراطی دولت اسلامی تأکیدی است بر چارش هایی که پیش روی ما قرار دارد عادل الجبیر سفیر عربستان لیست تروریسم را معذلی دانست که بر همه منطقه تأثیر میگذارد و گفت ما اعتقاد داریم سازمان ملل متحد میتواند نقش مؤثر و قدرتمندی در بسیج همه نیروها برای مقابله با این معزل بازی کند پیش از این ملک عبدالله پادشاه عربستان 500 میلیون دلار برای کمک به مردم عراق که از حوادث اخیر آسیب دیدند اختصاص داده بود. به گزارش تلویزیون دولتی عراق نوری المالکی شامگاه پنجشنبه در حضور حیدرالآبدی نخست وزیر جدید که مأمور تشکیل کابینه است و دیگر اعضای حزب دعوت اسلامیه رسما کنارگیری خود را از تصدی پست نخست وزیری اعلام کرد مالکی در نطخ رسمی خود از حیدرالعبادی نخست وزیر جدید عراق نیز حمایت کرد وی در این نطخ برخلاف اظهارات دو روز پیش خود که در آن گفته بود من از سمت نخست وزیری کنارگیری نمی کنم گفت هیچ منصبی را نمیخواهم و مقام و منصب من اعتمادی است که مردم به من دارند من همواره به قانون پایبند بودم و از قانون اساسی دفاع کردم تا جایی که مرا به قدرت طلبی متهم کردند پیشتر المالکی نسبت به تعیین العبادی شدیدن اعتراض کرده و نخست وزیری او را غیرقانونی توصیف کرد وی همچنین روز سهشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته علیه فعاد معصوم رئیس جمهور عراق به دادگاه عالی فدرال شکایت کند کنار رفتن المالکی و تعیین حیدرالعبادی با استقبال نیروهای سیاسی داخلی عراق و همچنین ایالات متحده آمریکا، ایران و برخی کشورهای عربی روبرو شده است. حیدرالعبادی hey, که اکنون مأمور تشکیل کابینه جدید حکومت عراق است یکی از اعضای معتدل حزب الدعوه اسلامی به شمار می رود که به رغم مخالفت نوری المالکی از سوی ائتلاف اکثریت شیعه این کشور تعیین شد آژانس پناهندگان سازمان ملل در عراق گزارش داده است که در هفته گذشته ده ها هزار کرد ایزدی که به کوههای سنجار پناه برده بودند و از نظر آب و غذا در مزیقه به سر میبرند نجات پیدا کردند در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرد که شرایط آوارگان در کوه سنجار عراق به طور چشمگیری بهبود یافته است و نیازی به ارسال بیشتر کمک های انسان دوستانه به این منطقه نیست بر اساس گزارش خبرگزاری ها جمهوری آمریکا اظهار داشت شرایط در کوهستان سنجار بسیار بهبود یافته و آمریکایی ها باید به خاطر این تلاش ها به خود افتخار کنند به خاطر مهارتی که ارتش ما دارد و حرفه‌ای بودن آن و به خاطر سخاوت و بخشندگی مردمانمان توانستیم که حلقه محاصره داعش در کوه سنجار را بشکنیم اوباما افزود ما جان آدم های بیگناه بسیاری را نجات دادیم به خاطر این اقدامات گمان داریم که دیگر به عملیات اضافی برای خارج کردن مردم از کوهستان نیازی نیست و بعید است که لازم باشد ارسال کمک های انسان دوستانه از طریق هوایی به این کوهستان را ادامه بدهیم. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که حملات هوایی آمریکا علیه افرادگرایان داعش ادامه خواهد یافت و شمار بیشتری از مشاوران نظامی این کشور برای مشاوره به نیروهای حکومت عراق و کردها آزم منطقه می شوند. پیش از اظهارات اوباما جان کربی سخنگوی پنتاگون نیز گفته بود که شرایط آوارگان ایزدی که در کوههای سنجار محصور ماندند بهتر از گذشته است. به گفته آقای کربی برآورد گروهی متشکل از حدود 20 پرسنل نظامی آمریکا نشان میدهد. شماره کسانی که همچنان محصور ماندن کمتر از حد انتظار است و این مسئله به خاطر موفقیت آمیز بودن عملیات های کمک رسانی از طریق هوا ادامه ی حملات هوایی علیه نیروهای داعش تلاش نیروهای کرد و توانایی ایزدی ها برای خروج از منطقه از طریق کوهستان بوده است در همین حال خبرگزاری فرانسه اظهارات نتکول سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد را باستاب داده است که او نیز تاکید میکند بحران انسانی در منطقه سنجار کاهش یافته است آقای کول زارداش می میتوانیم به طور قطعی اعلام کنیم که تعداد کسانی که از این منطقه عبور می در مقایسه با هزاران نفری که هر روز می دیدیم کاهش یافته است. یک افسر امنیتی کرد نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت اساسا ماجرا به پایان رسیده است ما منتظر آخرین گروه از مردم هستیم که از منطقه عبور کنند و بعد ایالات متحده بمباران اطراف کوه سنجان را شروع می کند در همین راستا آژانس پناهندگان سازمان ملل هم گزارش داده است که ده هزار کرد ایزدی که به کوههای سنجار پناه برده بودند و از نظر آب و غذا در مزیقه به سر می بردن نجات پیدا کردند. به رغم این خبر آژانس پناهندگان سازمان ملل در عراق همچنان نسبت به وضع آوارگان ایزدی اظهار نگرانی کرده است به گفته سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل در عراق بسیاری از این آوارگان از آثار کم آبی و سوء تغذیه رنج میبرند آژانس پناهندگان سازمان ملل تعداد کردهای ایزدی در کوهستان سنجار را بیش از هشتاد هزار تن برآورد کرده بود اما ظاهرا پس از حمله بمب های آمریکایی به مواضع داعش عدهای زیادی از این آوارگان موفق شدند با کمک پیشمرگه های کرد خود را از محاصره داعش نجات دهند گزارش های پیشی نکات از آن داشت که حدود یکصد هزار نفر از ترس حجوم نیروهای داعش به سنجار گریختند جایی که ذخایر آب و غذایشان به سرعت رو به اتمام میرفت اکثر این آوارگان ایزدی هایی بودند که داعش آنها را تهدید کرده بود که در صورت عدم تغییر آین خود با مجازات مرگ روبرو خواهند شد. در رویداد دیگر مرتبط با عراق نوری المالکی نخست وزیر این کشور با پذیرش شکست خود برای سومین دوره تصدی این پست گفت که از نخست وزیری حیدرالعبادی پشتیبانی می کند. او قبلا گفته بود که تا زمان اعلام رأی دادگاه عالی قانون اساسی و بررسی شکایت او از رئیس جمهوری از سمت خود کنارگیری نمی کند با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه علی الموسوی سخنگوی آقای المالکی گفت که نخست وزیر عراق شکایت خود را از فاد معصوم پس گرفته و از نامزدی حیدرالعبادی حمایت می کند آقای المالکی در ماهای گذشته تحت فشار شدیدی قرار داشت تا از سومین دوره تصدی پست نخست وزیری عراق انصراف دهد ولی وی درخواست مخالفان سیاسی خود و آمریکا را رد کرد گروهها و احزاب سنی و کرد عراق بارها پارلمان این کشور را برای تصمیم گیری در مورد نامزدی آقای نوری المالکی برای نخست وزیری عراق تحریم کردند و خواستار معرفی نامزد دیگری از سوی اطلاف عمده شیعیان در مجلس برای این پرس شدند. معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق با استقبال آمریکا، کشورهای عربی و جمهوری اسلامی به عنوان متحد قدیمی آقای نوری المالکی قرار گرفت. شورای امنیت سازمان ملل نیز از انتخاب آقای العبادی استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. 500 نفر از ایزدی های عراق که اغلب زن و کودک هستند از طریق مرز زمینی وارد خاک ترکیه شدند این عده که به دلیل حملات گروه تروریستی داعش در کوها آواره شده بودند پس از نجات جانشان در شهر باتمان ترکیه پناه گرفتند جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار ما از ترکیه مهیستان بختیاری بشنوید با بالا گرفتن بحران در عراق و پیشروی گروه تروریستی داعش در شمال این کشور بسیاری از شهروندان ایزدی عراق این روزها برای نجات جان خودشون آواره کوه و بیابان شدند حالا بخشی از آنها که تونستن خودشون را از محلکه نجات بدن از شمال اراق وارد خاک ترکیه شدند. در چند روز گذشته حدود 500 نفر از ایزدی های عراق از طریق گذرگاه مرزی هابور وارد خاک ترکیه شدند و در شهر باتمان پناه گرفتند. اغلب این عده خب زنان و کودکان تشکیل میدن که در شرایط بسیار سختی تونستن جان خودشون رو نجات بدن. خوشبختانه کمک های پزشکی، دارویی و غذایی هم بلافاصله از سوی دولت ترکیه در اختیار قرار گرفته میدونیم در همین ارتباط سازمان ملل متحد دیروز در سراسر عراق وضعیت فوق اعلام کرده و در گزارش اخیر خودش هم گفته که بیش از 1.5 میلیون نفر در جنگ داخلی عراق آواره شدند بخش از این آوارگان در شمال عراق البته هستند و در میان کوه سنجار در همین ارتباط هم مقامات کردستان عراق میگن که حدود 15 هزار نفر آواره جنگی به منطقه دهوک پناه آوردن که امکان خدمات بهداشتی، دارویی و غذایی برای این عده رو ندارن و این موضوع خارج از توان مقامات محلی هستش. ایزدیهای های پناه گرفته در کوه سنجار هم این روزها امکان انتقالشون به مکان هم گویا بسیار دشوار شده چرا که وزارت دفاع امریکا پنتاگون اعلام کرده بسیار سخت است که بشه این تعداد رو به نقاط دیگه منتقل کرد ایزدی ها که از لحاظ اعتقادی قرابت فرهنگی زیادی با, این ها با آین های کهن ایرانی مشخصا آین زرتشت دارن این روز ها به اتهام شیطان پرستی از سوی گروه افراطی و تروریستی داعش به شدت تهدید شدن و به نوعی در معرض خطر یک نسکشی از بابت اعتقادات دینیشون قرار دارن بخش زیادی از اونها این روز ها به کوه و بیابان پناه بردن و در این میان وضعیت زنان و کودکان بسیار دلخراش هستش اما در خبری مرتبط با ترکیه به صورت کوتاه اشاره بکنم که گفته و شنیده ها حکایت از بالا گرفتن احتمال نخست وزیری آقای داوود اوغلو داره این روزها گزینه آقای داوود اوغلو برای پست نخست وزیری بیش از هر گزینه دیگه ای محتمل به نظر میرسه از سوی دیگه حدس و گمان زنی ها البته نه به صورت روشن در حد احتمال حکایت از اون میکنه که ممکن است آقای حاکم فیدان رئیس اطلاعات امنیت میت ترکیه نیز جایگزین آقای داوود اوغلو در وزارت امور خارجه بشه